بسم الله الرحمن الرحیم. لکچر دوم است و ادامه تدرس پلین هاست. فصل انتیبیوتیک های نحیه کننده سنتز پروتین. در لکچر قبلی در مورد میکانیزم تاثیرش خواندیم و همچنین در مورد از اینکه بالای کدام گروپ باکتری ها تاثیر میکنند، کدام مریضی ها را میتونن تداوی کنن، یعنی درباره تعریف تاثیرشان خواندیم. و در این قسمت هم از مقاومتشان شروع میکنیم، یعنی اینا چگونه در برابرشان مثلا باکتری ها چگونه مقاومت نشان میدن، از این قسمت شروع میکنیم. میگه مقاومت معمولی که در برابر تتراسیکلین ها ایجاد میشود یک افلکس پمپ است که این افلکس پمپ سبب خارج شدن ادویه از داخل حجره میشن. یعنی در باکتریا های همین افلکس پمپ موجود است که افلکس پمپ چی کار میکنه، یعنی پمپی که به این شکل وجود داره و رولشان چی است، مواد که در داخل وجود داره این مواد اینا خارج بسازه، ایره با نام افلکس پمپ یاد میکنیم. میگن یک افلکس پمپ وجود دارن که این افلکس پمپ سبب میشن که ادویجاتی که در داخل از قسمت تراکم میکنه یا داخل از قسمت جمع میشه، این ادویجات به طرف بیرون خارج میسازن. پس همیره چی گفتیم؟ همیره به نام یک افلکس پمپ یاد کردیم که سبب خارج شدن ادویه از داخل حجره میکردن و این افلکس پمپ مانع تجمع ادویه در داخل حجره میشن. یعنی وقتی که ادویجات خارج ساختن اجازه نمیدن که در داخل حجره تجمع کنن یا داخل حجره جمع شون. میکانیزم های دیگر مقاومت در برابر تتراسیکلین های عبارت از غیر فعال شدن انزایمتیک انتیبیوتیک ها و تولید پروتین های باکتریایی میباشد. خب ایرا گفتیم غیر فعال شدن انزایمتیک انتیبیوتیک ها، غیر فعال شدن فعالیت انزایمتیک انتیبیوتیک ها و تولید پروتین های باکتریایی می باشد که این تولید پروتین ها و غیر فعال شدن فعالیت انزایمتیک اینا مانع وصل شدن تتراسیکلین ها به رایبوزوم میشن، یعنی اجازه نمیتن که تتراسیکلین هم به چی وصل شون، هم با رایبوزوم وصل شون. مقاومت در برابر یک تتراسیکلین میگه نماینگر آن نیست که در برابر تمام تتراسیکلین ها مقاومت موجود باشن. یعنی هرگاه مثلا یک باکتری در برابر یک تتراسیکلین مثلا مینوسایکلین مقاومت میشن بتن، ای به این معنا نیست که در برابر همه از این گروپ تتراسیکلین ها مقاوم است و همه از این گروپ بالای دو تاثیر نمی کنه، چون اینکه خود از این گروپ ها را که قبلا هم در شروع لکچر اول گفته که تغییرات در همه حلقه های از اینا سبب میشه که دواهای مختلف ساخته شود. مثلا دوکسایکلین یک نوع ساختمان داره، مثلا مینوسایکلین دیگه ساختمان داره، یا خود تتراسایکلین دیگه ساختمان دارن. پس هرگاه در برابر یک از اینا مقاومت ایجاد شود، امکان از وجود داره که همو باکتری در مقابل گروپی دیگه ممکن حساسیت نشان بدن. یه هم ببینین برام نشان داده که افلکس پمپ نشان داده، میگه افلکس پمپ سبب کاهش غلظت همه تتراسیکلین ها شده میتونن، یعنی در داخل حجره باکتری اینا میتونن سبب کاهش چی شوند، غلظت تتراسیکلین ها شوند و مقدار تتراسیکلین ها در داخل حجره کاهش بدن یا کم بسازن. که چی بودی در مورد مقاومت خود چی با بود تتراسیکلین ها بود. حالا ما از قسمت فارماکوکینتیک شروع میکنیم. فارماکوکینتیک اول در مورد جذب میخوانیم. تتراسیکلین ها به شکل کافی بعد از اخذ فمی جذب میگردن، بعد از اینکه از طریق اورال یعنی فمی اینا اخذ کردن به صورت کافی اینا چی شده میتونن جذب میشن. اما اینجا یک گپ دیگر هم گفته که اخذ این انتیبیوتیک ها یک جا با محصولات لبنیات
که دارای کاتیون های دایوالنت و تریوالنت باشد. کاتیون های دایوالنت و تریوالنت چی رقم مثلا مگنیزیم است، خود کلسیم است، انترسیت های المونیم یا مستظرات آهن باشند. این محصولات لبنیات میتونن سبب کاهش جذب، بخصوص کاهش جذب تتراسیکلین ها شوند. میتونن که جذب تتراسیکلین ها را کم بسازن به خاطر از این که یک جا هرگاه با همی چی گرفته شوند. همی محصولات لبنیات و امی دلیل ازیرا میگه که ای به این خاطر که میتونن سبب تشکل شیلات های غیر قابل جذب کردن. شیلات ها چی هستن؟ شیلات های غیر، خود شیلات ها را میگیم که امی شیلات ها میگه عبارت از باند شدن یا وصل شدن آیون ها و مالیکول ها به آیون های فلزی میباشن، یعنی آیون ها و مالیکول های با هم در یک میتال آیون یا در یک آیون فلزی که با هم یک جا شده ایره به نام شیلات یاد میکنیم. و این شیلات ها را میگن که به قسم غیر قابل جذب میباشن، یعنی اینا ساخته شده و قابل جذب نیستیا. خب فارماکینتیکشان را ببینیم. فارماکینتیک میگن که وریبل ابزورپشن جی آی تی، یعنی جذب از اینا از طریق سیستم هضمی متفاوت میباشن. دیجا گفته که فود یا غذا سبب کاهش جذب تمام تتراسیکلین ها شده میتونن، یعنی هر گو تتراسیکلین ها را با غذا اخذ کنیم این میتونه که جذب از اونا را کاهش بتن یا جذبشان را کم بسازن. با استثنای همی دوکس سایکلین و مینو سایکلین که دوکس سایکلین مینو سایکلین میگه که با یه قدر چی ندارن یک استثنا قرار داده ایدن. و ایجا گفتن تتراسیکلین هف شیلیتینگ پروپرتی، که شیلیتینگ پروپرتی را قبلا هم گفتیم که اینا چی بودن. اینا را گفتیم که همو باند شدن یا یک جا شدن آین ها و مولکول ها را در یک آین فلزی میره به نام شیلیتینگ پروپرتی یاد کردیم، یعنی باند شدن یا همو رابطه قائم کردن بین آین ها و مولکول های یک آین فلزی را میره به نام شیلیتینگ یاد میکنن. میگه تتراسیکلین ها شیلیتینگ پروپرتی داره و این میتونن که کمپلکس های با دیری پروڈکت یا با محصولات لبنیات مانند شیر و مثلا محصولات دیگه که قبلا یاد کردیم، مثلا شیر و قیماق و ماست و اینا همه محصولات لبنیات است، یا با آین های مثلا کلسیم و مگنیزیم و المونیم و انتیاسید ها و آهن میتونن اینا با وجود بیارن، یعنی شیلیتینگ پروپرتی داره و با اونا باند جور میکنن. وقتی که همی باند ها یا رابطه ها با اونا قائم کرد ای شیلیتینگ ها یا همی رابطه هایی را که یاد کردیم اینا باز غیر قابل جذب میشه. هرگاه اینا غیر قابل جذب شد با دوار هم امرای خود غیر قابل جذب میسازن و دیز دیکریز بایاویلیبیلیتی و ای حالت سبب کاهش بایاویلیبیلیتی تتراسیکلین ها میشن. و خوب است که قبل از تجویز تتراسیکلین ها از گرفتن چنین مواد اجتناب صورت گیرد. اینجا هم در مورد فارماکینتیک برای ما گفتن که فیسدی های نظر به فیسدی هر دوره نشان دادن، میگه اورال ابزورپشن یعنی جذب فمیل، اینجا برای ما گفتن که جذب فمیل برای هر یک از اینا را گفتن. اینجا میگن که کلور و تتراسیکلین ها را گفته که 30% هستن، تتراسیکلین ها و اوگزی تتراسیکلین ها، دیمی کلوسایکلین و متاسایکلین ها را گفته که در حدود 60-70% گفتن، دوکسایکلین و مینوسایکلین ها میگن که در حدود 95-100% گفتن، یعنی فیصدی جذب از اینا چی بودن بیشتر میباشن. دیجا میگن امپیرد بای فود، یعنی توسط غذا اینا چی میشن؟ امپیرد میشن، یعنی غذا در جذب اینا مداخله میکنه که قبلا گفتیم کاتیون های دایوالنت و محصولات لبنیات میتونن که در جذب اینا مداخله کنن.
و همی شکل میگن که بفر تتراسیکلین سلوشن آر فرمولیتد فور انتراوینز ادمنستریشن، یعنی تتراسیکلین ها یا محلول های بفر تتراسیکلین برای تجویز از طریق انتراوینوز یا داخل وریدی ساخته شدن. 40-80% باند با سیروم پروتینز، یعنی 40-80% از اینا با پروتین های سیروم وصل میشن. وصل شدن از اینا رو گفتیم، مثلا قبلا با شما گفتیم هر گوی یک دوا با پروتین ها زیاد باند شون یا با پروتین ها زیاد وصل شون، و دواها باز دیرتر باقی میمانن یا اینو زودتر جذب شدن نمیتونن. اینجا هم گفته 40-80% میتونن که با پروتین ها باند شون یا وصل شون. اینجا نشان داده که تتراسیکلین میگه این اکتیویشن بای شلیتنگ یا امی کلسیم و آلومینیوم ایتیسی که قبلا گفتیم که توسط از اینا چی میشن؟ غیر فعال میشن، زیرا این پروسه چی میشدن؟ غیر قابل جذب است. یا امی شلیتنگ که یاد کردیم، یعنی باند کردن امی دوا با آین ها یا محصولات لبنیات که یاد کردیم که دارای از این مواد هستن، این قسم می سازه که این دوا باید قابل جذب نشن، اینا را جذبشان کم می سازن و انتی باکتریال افکت آن گات فلورا که بالای فلوراهای اما هم اینا چی دارن؟ تاثیر دارن، تاثیرات انتی باکتریایی دارن. خب اینجا ببینین دوک سایکلین و مینو سایکلین میگه به شکل فمی و زرقی موجود می باشن. هر دو شکل موجود بود. اینجا هم تصویر هم شما سعی کنین، میگه دوکسی سایکلین و مینو سایکلین با مقدار قابل ملاحظه تداوی در خلزتشان در سیسف می رسند، یعنی به سیسف به شکل قابل ملاحظه می رسند و همون مقدار تراپیوتیک، یعنی مقداری که برای تداویش ضروری است، به همون مقدار این میتونه داخل سیسف برسن، یعنی از مانع بلد برین بریر اینا عبور کردن. دیگه گفتن که دوکس سایکلین گلوکرونید از اکسکریتید و بایل، یعنی دوکس سایکلین از طریق صفرا چی شدن؟ اکسکریت شدن یا از طریق صفرا اینا چی شدن؟ اطراح شدن. Most tetracyclines are reabsorbed from bile, metabolized to glucuronide and excreted in urine. میگه بسیاری از تتراسیکلین ها دوباره از قسمت صفرا یا از صفرا جذب میشن، ای میتابولیزم میشن. با چی میتابولیزم میشه؟ با گلوکرونایدز میتابولیزم میشن و از طریق ادرار اینا اکسکریت یا اطرا میشن که رولایش ها نگفتن که به سیسف مقدار زیاد نفوس میکنن که قابل تداوی است و میتونه از طریق صفرا و از طریق یورین یا ادرار اطرا شدن. بعد از این ببینین درباره توزیع از اینا میخوانیم، یه دیستریبیوشن. میگه تتراسیکلین ها به شکل قابل ملاحظه در صفرا، کبد، کلیه، جنجیوال فلوید، یعنی مایات جنجیوال، جنجیوال و قسمت بیره ها یک نوع مایه جمع میشن که در جاها میتونن تجمع کنن و جلد میتونن جمع شوند. برلاوه این ادویجات در انساجی که در حالت کلسیفیکشن هستن، مانند دندان ها و استخوان ها هم تجمع میکنن. در دندان ها و استخوان ها هم اینا چی میتونستن؟ تجمع میکنن. و یا اینکه در تومور هایی که مقدار زیاد کلسیم داشته باشه تجمع میکنن، مثلا در تومور های کلسیمی یا میتونن تجمع کنن. خیف ها میدهیم اینا در حالات کلسیفیکشن در قسمت هایی که باشن، مثلا در دندان ها خوب تراکم میکنن، در استخوان های اینا خوب تراکم میکنن. اینجا گفتن نفوذ در بسیاری از انساج بدن به شکل قابل ملاحظه است، یعنی در بسیاری انساجی به شکل قابل ملاحظه و به شکل خوبتر اینا نفوذ کرده میتونن. اینجا گفتن که تنها مینو سایکلین و دوکس سایکلین به مقدارهای قابل تداوی به مایع دماغ شبکی تجمع میکنن.
مینوسایکلین و دوکسیسایکلین به مقدارهای قابل تداوی، یعنی همون مقداری که میتونن یا همون مقدار ضروری که میباشن به خاطر تداوی یک مشکل یا به خاطر تداوی یک انتانی که باشن، اینا میتونن در داخل سی صرف تجمع کنن. دیستریبیوشن از اینا رو ببینین، میگه که وایدلی دیستریبیوتد تو پیروس بادی تیشو با انساج مختلف بدن، اینا میتونن توزیع شون. این میتونن که در کبد، در تحال، در مغز و سخان، در دندان اینا چی شون؟ اکومولیت شون، یا اینا میتونن در اوج جمع شون. و دیگه این قسمت ها شما ببینین، اینجا گفته که این میتونه بلاد برین بریر، CSF، پلاسنتا و برست ملک میتونن که عبور کنن، یعنی از دماغ میتونن عبور کنن. CSF، پلاسنتا و برست ملک اینا میتونن که نفوذ بکنن. این در مورد چی بود؟ دیستریبیوشنشان هست. اینجا اینجا هم ببینین میگن مینوسایکلین با مقدارهای قابل ملاحظه در لعاب دهن و عشق نیز موجود است. خیلوها به دهن و عشق نیست، دارای چی می باشن؟ دارای مینوسایکلین هستن. ایجا گفته مینوسایکلین ها مانع پلاسنتا را عبور می کند و در استخوان و دنتشن جنین تراکم می کنن. پس ببینین از پلاسنتا عبور کرد، خیلی وقت از پلاسنتا عبور کرد ای به چی می رسن؟ به جنین هم می رسن. پس بعض کسا را شما می بینین که از زمان خوردی و طفولیت به دندانهایشان یک لکه وجود دارن، رنگ زرد رنگ وجود دارن، که امینشان دهنده ازی است که ممکن مادر در جریان حمل از تتراسیکلین ها استفاده کرده باشه و تتراسیکلین ها به طفل که تولد میشه به شکل مشکلات را ایجاد کردن. پس تتراسیکلین ها باید در نزد خانم های حامله و نزد اطفال نظر به این حالتی که ما فهمیدیم باید اجتناب شوه و باید استفاده نشوند، چرا یکی به این شکل ضرر را میتونن با وجود بیارن. دیگه در اینجا ببینیم، قبلا در مورد ازی گفتیم که مثلا با غذا، با محصولات لبنیات اینا هم در جذب ازی دوار رول داشتن. ای شکل شما سعی کنید نشته کرده که پلازما کانسنتریشن آف تتراسیکلین، یعنی کانسنتریشن یا همو غلظت یا تجمع از اینا تتراسیکلین ها در پلازما گفته برای ما. در این قسمت ببینید اینجا گفته چند ساعت بعد از تجویز تتراسیکلین ها هرگاه با ملک یا با شیر گرفته شوند. وقتی که با شیر گرفته شود شما ببینید مقدارشان کم است، پایین است. با آنتی اسید ها یا با مثلا آلومینیوم هیدروکساید ها که آنتی اسید هستند، یعنی با اینا اگر گرفته شوند باز مقدارشان کم میشه، که دلیل از اون تشکل شیلیت ها بود، یعنی هم را باند ها یا رابطه هایی که با او موادی میتونست ایجاد کنه از اون خاطر است و اون مواد باز غیر قابل جذب بود، نمیتونست که جذب شود و این دوارم باز اجازه نمیداد جذب شوند. و هرگاه با انتیستومک یا با میده خواهی اگر گرفته شود شما ببینین که غلظت یا کانسنتریشن از اینا بلند میشن. پس خوب است که دواها باید به شکل چی گرفته شوند؟ به شکل یا با قسم میده خالی یا در یا قبل از غذا اینا گرفته شوند. و در فارماکینتی قسمت آخر از اینا که از عبارت از اترام می باشن، میگه تتراسیکلین ها به شکل تغییر نیافته در ادرار اترام می گردن، اما مینوسایکلین میگه با میتابولیزم کبدی مواجه می شود و به مقدار کمتری از طریق کلیوی اینا اترام می شود. میتابولیزم کبدی مواجه شد و از طریق کلیه های اترام شد. میگه دوکسایکلین نزد مریضان عدم کفایت کلیوی ترجیح داده می شوند به این خاطر که از طریق صفرا اینا اترام می شوند. دوکسایکلین خیلی خوبی شی بود که هر گوه کس مشکل عدم کفایت کلیه داشته باشم میتونه میره برش تجویز کنیم و
به این خاطر که این در کلیه ها باز اگر اطراعشان هم مثلا چون از طریق کلیه صورت نمیگیره، اینا نمیتونن در کلیه ها تراکم کنن یا مقدارشان زیاد شوند، پس این از طریق صفرای اطراع میشن. در نزد مریضان عدم کفای کلیوی کدام مشکل رو نمیتونن ایجاد کنن، ولی در نزد مریضان که عدم کفای کبد باشه باز این میتونن که مشکل ساز شوند. دیجا هم ببینین که تتراسیکلین ها رو نشان داده، دیجا هم نام تجارتیشان هستن و ایجا هم دوکساکلین نشان دادن که دواها همه شامل چی هست؟ شامل گروپ تتراسیکلین هستن و فعالیت اساسی از اینا نحی سنتز پروتین است. خب این بود سه قسمت همی فارماکوکینتیک که در مورد جذب خواندیم، در مورد اطراع خواندیم و همی شکل در مورد خود جذب و اطراح و توضیحشان خواندیم و قسمت دیگه از اینا که استفاده کلینیکی یا مورد استعمال و دوزیجشان می باشه این باز درسی دیگه بخیر می خوانیم. و یه لکچر قسمت اول لکچر دو همیه ختم.